بشه مشم نسته به نسلی اختورا و موشه مراشاق هیلت یعقوب اربا گدول اولام زاخو به خل حد دروت شل اسرائیل لکینو گادول و نسکاف شل حقادوش خخامه نوزال می که چهار تا از بزرگان دنیا موفق شدن در طول تاریخ جامعه اسرائیل به لقب بزرگ و برجسته حقادوش رب بنو که ریبی و دهناسی باشن نویسنده و معلف میشنا ها عریض دال عقادش و بعل شنل و نویسنده کتاب شنل و اورخیم و آرخ خیم عقادش بعل زسل شهادت میده که نشامای رب اورخیم آرخ به نشامای ماشیه هست و همیشه تحسین میکرده و تعریف و تمجید میکرده از اورخیم خیم و تورای او یکی بار شهادت میده آراب برشمتوف که هر شب نشامای ربنو و رخعی به اخال معلا میره و میشنه و تورا رو از کلام مقدس عقادش بارخو و هر دفعه نشامایی رو به درجه بالاتری در رو عقادش میرسه حالا برشمتوف میفرمایند که اگر من موفق میشدم ملاقاتی داشته باشم با آرخه این حتما گولا میامد بلکه در شامعین به چنین اجازهی به ما ندادند داستانی رو به طور واقعی از قهرمان داستان میخوایم خدمت شما عرض کنیم در عظمت و بزرگی آرا بخش تو بقادش و آموزش تفسیر اورخمی رخنی مقادش که میفرماید که این فرد که قهرمان داستان هست 35 سالشه و ازدواج کرده دو تا فرزند داره و شخصی که برای تو را وقت میذاره و کارش و حرفش و درآمدش از راه فروش وسایل قدش هست و بیشتر از همه چیز ایشون قسمتی رو در آموزش کتاب اورخای مقادش رو میگذاره و هر روز از کتاب این بزرگ مرد فیز میبره و استفاده میکنه تفسیر شیرین و عالی ایشون که بسیار اهمیت داره و سگولای عالی داره برای کسایی که یاد میگیرن کتاب این صدیق رو که این صدیق علاوه مقادش بدون فرزند از دنیا رفتن و کتاب فرزندانشون هستن که رایشون رو در دنیا دارن ادامه میدن و من همیشه حدود رفت ساعت هر روز سعی میکردم که کتاب علاوه مقادش رو یاد بگیرم حدود شش ماه پیش همسر این فرد مریض میشه به بیماری کرونا و از نوع دلتا و متاسفانه به سختی این بیماری بر این زن مستولی میشه و قرار میگیره به نفی که در موقعیت سختی قرار میگیره این زن و که امیدوارم نصیب هیچ کس یه چنین وضعیتی نشه. و ایشون نمیتونست این خانم حتی دستاش رو حرکت بده مثل یه سنگی یه جایی افتاده بود بی حرکت و واقعا مثل یک مجسمه بود این وضعیت رو به وخامت میرفت تا حتی دستگاه اکسیژن رو بهش وز کردن برای تنفس بهتر و بچه که بسیار ناراحت بودن از اینکه مادرشون رو در این وضعیت میدیدن و التماس میکردن هر لحظه که خداوند مادر رو از این مشکل نجات بده روز پنج شنبه بود وضعیت بسیار سخت و حاد بود تنفس مادر بسیار مشکل بود و بسیار ضعیف شده بود و در ورته ضعف کردن بود شب شبات بسیار ترسیدیم و دیگه مجبور شدیم دکتر رو صدا بزنیم و اون کاره که از دستش برمی اومد انجام داد و متاسفانه وضعیت او رو به بهبودی نبود بلکه سختتر میشد تا اینکه به سرفه افتاد و این تنفسش رو سختتر میکرد و همه دست به دعا بودیم به درگاه اقادش بارخو تا اینکه یک شنبه بعد از ظهر دیگه امکان نبود که او رو تو خونه نگه داریم او رو به بیمارستان بردیم و خیلی سخت بود برای ما این مردی که یک مرد سی و پنج ساله ازدواج کرده با تو دو تا بچه که بسیار سخت بود که بخواد فکر کنه خدایی نکرده و حاصل شالوم زنش رو از دست بده و در بیمارستان در بخش کرونا هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشد دکترها گفتن که اصلا موقعیت امیدوار کننده ای نیست و او داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه فقط باید معجزه بشه و تا اینکه روزه شنبه بود در که دکتر دیگه حرف آخرش رو زد و گفت دیگه ما کاری نمیتونیم انجام بدیم من دیگه نتونستم زدم زیر گریه و تصمیم گرفتم که سر قبر آرا خیم عقادش برم و اونجا آخرین فریاد هام رو به درگاه عقادش بارخو بگم در حالی که در طول تمام راه من گریه میکردم و وقتی به سر قبر حالا اورخای مقادش رسیدم با تمام وجود گفتم ریبونو شلولام به ذخوت این صدیق ربین اورخای مقادش که اینجا قبر شده و به ذخوت اون لیمود و آموزشی که من هر روز داشتم در کتاب این صدیق من التماس میکنم که برای این زن معجزه کنه او رو نجاتش بدی و به من و بچه های من رم کنی و روزی نبود که من تقریبا این کتاب اورخای مقادرش رو نخونم که به همین خاطر من التماس کردم که خدایا رم کن و این زن و این موقعیتش رو به رو به بهبودی قرار بده. اش میریختم گریه میکردم و اینکه تفیلا میخواندم تا اینکه ای یک مقداری رو از پیروش اورخمی مقادش رو هم اونجا سر قبر هاراف خوندم. و حدود ساعت 6 بود که این مرد تعریف میکنه از سر قبل آراخنی مقدوش خارج میشه و دقیقا در ساعت 6 و نیم نیم ساعت بعد از اینکه از سر قبل آراخنی مقدوش خارج شد میبینه که تلفنش زنگ میزنه زنش پشت خطه و داره خودش صحبت میکنه و میگه شوهر, شوهر عزیزم تو نمیتونی بفهمی چه معجزه ای در این لحظات آخر خدا برای من کرد و زنی که نمیتونست حرف زنه تا نیم ساعت پیش الان داره صحبت میکنه و کسی که نمیتونست حتی دستاش رو یک هفته حرکت بده حالا اومده و خودش صحبت میکنه و موفق شده از تختش بلند بشه و پایین بیاد و من شروع کردم به گریه کردن و باورم نمیشد و اون داستانهایی که شنیده بودم در مورد آرا مقدش حالا اینجا خودم هم شاهد این معجزه بودن نیم ساعت بعد از اینکه التماس کردم و از خداوند خواستم زخوت این صدیق رو در نظر بگیره و نشامای این صدیق به استتفیلا بخونه برای این زن او واقعا زنده شد یعنی تخیت تیم واقعی دکترها گفتن که فقط معجزه بود و دو روز بعد از اون از بیمارستان مرخص شد در حالی که سالم بود و هیچ مشکلی نداشت و داستان زندگی من هم مبدل شد به یکی از متعدد داستان هایی که در مورد آراب و رخای بود که اونها به نجات رسیدن مقام و منزلت آموزش کتاب اورخای مقادش نوشته ریبی خیم به نتار که چنین معجزاتی میکنه صدقی میزیادی در مورد مقام این کتاب صحبت کردن و مور مروزین می میفرماید که سگولا داره آموزش کتاب رخیم مقادش که نشامای انسان رو پاک کنه مثل آموزش زهر بعدمور و ادمور بر یخ می که معلوم آموزش کتاب این صدیق میتونه برای بچه دار شدن بسیار موثر باشه و چون خود ایشون بچه دار نشدن مسلما قدرتشون در کتاب هاشون مستطر هست و میتونه این مسئله باعث بشه که اون فرد با آموزش در هر روز مدتی و دقایقی از کتاب را برشم تو به این برجستگی برسه که انشاءالله بچه دار بشه و همینطوری بخواهیم پلاجی میمیسه که از قول خیدازا که آموزش این کتاب میتونه به انسان نجات های بزرگی رو در زمان تنگی بیاره و همینطور یک بار مریض میشه فرزند عقادش ریبی ری خیم پین خواست مقوریست و فورا بر خودش قبول میکنه پدرش که یاد بگیره هر روز دافی رو برگ ای رو از آراخنی مقادش و این باعث نجات میشه و خدا را شوک این لطف رو خداوند به ما کرده که در گروه گنجینه نور ما بلی ندر به مطالب رو از آراخنی مقادش داریم که سروران اگر مایل هستن میتونن این رو گوش بدن و انشاءالله زخوتش ماگن بشه برای موفقیت سلامتی و شادی و بچه دار شدن اونها که برزن میخوان و ازدواج جوونها و تمام خوبیها و عشان به همه ما به این زخوت امونا شلما رفوها شلما تشوها شلما و گولا شلما بده آمین که نیراسون